سرخط خبرها. آغاز جهاد بیرون مرزی توسط کندک های انتحاری طالبان. طالبان تاجک امپراتوری طالبان پشتون تبار را بر زمین کوبیدند. خبرهای وحشتناک از قندهار به گوش می رسد. خوشحال سادات رئیس جمهور غنی در عملیات بازداشت قیصری پشت ما را خالی کرد. متقی در مورد گفتگوهای بین الافغانی. طرف مقابل دیدگاه واحد نداشت، به نتیجه نرسیدیم. طالبان در پروان یک مرد را زیر نام داعشی کشته و 11 عضو خانواده اش را بازداشت کردند. و یک دهقان در غزنی کشته شد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. متقی در مورد گفتگوهای بین الافغانی. طرف مقابل دیدگاه واحد نداشت، به نتیجه نرسیدیم. در ادامه بحث ها در مورد توافقنامه دوحه و اینکه طالبان در مورد زیاد به نقض این توافقنامه متهم هستند، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی امریکا را متهم به نقض این توافقنامه و رهبران سیاسی را به نداشتن دیدگاه واحد برای مذاکره متهم کرده است. متقی این اظهارات را در گفتگو با شبکه عربی که تکه از آن را روز شنبه 19 حمل از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نشر شده مطرح کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا کرده است مذاکرات بین الافغانی شروع شد و ادامه پیدا کرد، اما طرف مقابل در میز مذاکرات نظر، فکر و آجندای واحد نداشتند. ماها مذاکرات پراگنده ادامه یافت اما پیشرفت صورت نگرفت. او همچنان گفته است که امریکا به مداخلاتش در خاک افغانستان ادامه داده و این نقض توافقنامه دوحه است. متقی اما در مورد اینکه یکی از ماده های مهم توافقنامه دوحه که رعایت حقوق زنان است و طالبان به نقض گسترده آن متهم هستند اشاره نکرده است. خوشحال سادات رئیس جمهور غنی در عملیات بازداشت قیصری پشت ما را خالی کرد. خوشحال سادات معاون ارشد وزارت داخلی حکومت پیشین میگوید که در جلسه شورای امنیت رئیس جمهور غنی به او دستور بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده محلی شمان را داده بود، اما زمان انجام عملیات دوباره مخابره شد که از بازداشت او دست بردارید. خوشحال سادات در مصاحبه با تلویزیون افغانستان انترنشنال گفت رئیس جمهور غنی خودش دستور بازداشت قیصری را داده بود، اما روز بعد از من پرسید که چرا به بازداشت او اقدام کردی. او همچنان گفت که سیاسون با سربازان افغانستان مانند توپ و فوتبال بازی میکردن و اهمیت نمیدادن. خوشحال سادات همچنان میگوید کلی طالبان اقدام میکند و این جنگ با استفاده از تکنولوژی خواهد بود. طالبان در پروان یک مرد را زیر نام داعشی کشته و 11 عضو خانواده اش را بازداشت کردند. منابع محلی در پروان گفتند که طالبان یک مرد را به اتهام عضویت در گروه داعش به قتل رساندند. این رویداد روز جمعه 8 حمل در شهرک معلمین از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر چارکار رخ داده است. به گفته این منابع طالبان اعضای این خانواده فرد کشته شده را که شامل 8 زن و 3 کودک می شوند بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. تا اکنون به گونه دقیق معلوم نیست که آیا این خانواده عضویت داعش را داشته است یا خیر. طالبان اما گفتند که عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در مرکز پروان انجام دادند. محمد کامران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در پروان گفته که در پی این عملیات یک عضو داعش کشته شده است. طالبان سال گذشته چندین تن را در مرکز پروان به اتهام عضویت در گروه داعش کشته و خانه های مسکونی آنان را انفجار دادند. خبرهای وحشتناک از قندهار به گوش می رسد.
گزارش از رزاق مامون، تحلیلگر مسائل سیاسی. از قندهار بوی تجزیه می آید. سنگربندی پاکستان با محاسبه پسای جنگ اوکراین. بازی در کابل از قندهار اداره می شود. پاکستان و امریکا پیش بین یک موج جنگ از استقامت روسیه. تحکیمات قندهار به همین سبب است. سپای گمنام و ارتش 40,000 نفری هیبت الله برای حمله به آسیای میانه است. طالبان تاجیک امپراتوری طالبان پشتون تبار را بر زمین کوبیدند. مختار وفایی در صفحه تویترش چنین نگاشته است: طالبان تاجیک و محلی در ولایت غور با طالبان پشتون تبار که پیشتر از ولایات جنوبی به این ولایت آمده بودند، بر سر بازرسی خانه ها در ولسوالی مرغاب با هم اختلاف پیدا کردند. بومی ها و پشتون ها از 3 روز به این سو در تنشن و مسیرهای ورودی مرغاب به سوی طالبان پشتون مسدود شده است. آغاز جهاد بیرون مرزی توسط کندک های انتحاری طالبان. مختار وفایی در صفحه تویترش چنین نگاشته است: برخی از اعضای طالبان در تویتر نگاشتند که حاضرن علیه اسرائیل بجنگن. برخی نهادهای این گروه مانند واحد نظامی بدری هم اعلام آمادگی کرده است. باور غالب این است که به دلیل پولهای سراسام‌آور و به حسابی که امریکا به طالبان میدهد، این گروه اقدام برخلاف خواست امریکا انجام نمیدهد. یک دهقان در ولایت غزنی کشته شد. منابع محلی در غزنی گفتند که یک مرد در ولسوالی گیره و این ولایت کشته شده است. این رویداد بامداد روز شنبه 19 حمل در روستای بلالق ولسوالی گیرو رخ داده است. فرد کشته شده که لالای نام داشت دهقان بوده است. لالای در حال کشته شده که مصروف کار در مرزش بوده است. خالد سرحدی، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در غزنی، با تایید این رویداد گفته که قاتل بازداشت شده است. طالبان انگیزه این رویداد را دشمنی شخصی عنوان کردند. رویدادهای جنایی اخیراً در سراسر افغانستان افزایش یافته است. درست پیش نیز یک جوان 32 ساله از سوی افراد ناشناس در شهر چاروکار، مرکز ولایت پروان کشته شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.